صبح خیر. صبح خیر. اوف مامان بزرگ، چی کار کردی؟ نکنه من تو بهشتم ها؟ بخور نوش جونت عزیزم، کاش مرادم اینجا بود. آقا سه داداشم رو نخور، اون با دوست دخترشه. نگو، با کی؟ قربونت برم، ببین چقدر هیجان زده شد. شوخی میکنم مامان بزرگ، داداشم سر کارشه، هرچی باشه اون عشق کاره، رفته ازمیر نمایشگاه. اشتباه میکنی دروغ جان، داداشت نرفته نمایشگاه، بابات گفت. یعنی چی؟ چرا؟ اون که گفت حتما باید برم. والا منم تعجب کردم، ولی پای تلفن خیلی سال جوابش نکردم، به نظرم خیلی سرحال نبود. پس اینطور، حالا که همچین فرصتی پیدا کردم بذار یکم هم من بازخواستش کنم، مگه نه؟ آره عزیزم بازخواستش کن، ببینیم کسی که همیشه تو رو به تنبلی متهم میکنه چه جوابی داره. دارم زنگ میزنم، الان کلی کیف میکنیم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد، لطفا پیغام بگذارید. فقط قضیه کم پیچیده شد، خاموشه. مراد همچین کاری نمیکنه. اما مامان بزرگ، من مثل شرلوک هولمزم، صبحونم رو بخورم فورا میرم تطوی قضیه رو در میارم، نگران نباش. من میدونستم که آخرش اون مورد روانی این کارو باش میکنه. هنوز نمیدونیم که طرف این کارو کرده یا نه، فقط حیات گریه کنن، گفت آدرس میفرستم سری بیاین دنبالم. خب چرا به نظر تو گریه میکرد ها؟ شاید از شادی گریه میکرد. آسری مگه نگفت آخر هفته با مردم؟ پس چرا ما سر صبح داریم میریم دنبالش عزیزم؟ خب حتما دلش واسه دوستاش تنگ شده. سوال آخر، چرا کنار دریا تنهاست؟ حتما از منظره خوشش اومده. واقعا کاسلی، این خوشبینی تو واقعا جلوی بدبینی من بیچاره رم گرفته. آسنی میفهمی چی میگم؟ رابیاف خانم زود باش. ببین خواهی دید، حتما مراد بهش ابراز علاقه کرده، مطمئن. آره حتما یه حلقه برلیان بیگنده یه کلی منم براش خریده. اینقدر بزرگش نکنی پک، دیگه اینقدر هم نیست. ای بابا، یعنی یه آدم نرمال دور بر من پیدا نمیشه؟ آلخاندرو میامور، این مخلوط خودمه، بیا نوشه جونه. ای وای تو چقدر عرق کردی. آخه گراسیس اینو نارم، هنوزم میگه گراسیس. باغچبان عزیز، نکنه برای جلب توجهت باید ادای درخت نخل رو در بیارم؟ اگه مثل پیچک بپیچم منم هرس میکنی؟ تو با؟ یهو! ای خدا، دو دقیقه نمیذارن آدم در مورد گل و گیاه حرف بزنه. اوف. پاسپورتتو بده. چرا؟ چون که اینجا خونه نیست عزیزم، دیگه شده هتل. ببینم اینجا چه شباهتی به کاروان سرا داره؟ آخه مگه من هتل 5 ستاره دارم؟ چرا هر روز پا میشی میای اینجا چیدم؟ مگه تو خودت خونه نداری؟ دارم، ولی تو که توش نیستی تو باجون. قسم میخورم دزدگیر بذارم، وقتی تو میای تو درای آهنی و سنگین بیان پایین. نگران شدم، بگو ببینم چی شده. بیا. مراد منو بیرون کرد. خبرت قدیمیه، خیلی وقته که بیرونت کرده بود. این جدیده، بازم بیرونم کرد، این دفعه از خونش بیرونم کرد. خب حالا تو چرا انقدر خوشحالی؟ چون که به یه دلیل خیلی خوبی مراد منو بیرون کرد. برای طلاهایی که گذاشتی، دروغایی که گفتی، بی‌انصافیایی که کردی؟ یعنی به خاطر اینا؟ چه سنگ دل. نه، مراد منو بیرون کرد چون که حامله و اینو به مراد گفتم. ایپک،
جواب بدم. بده. فقط تو رو کم داشتیم هیولای سیبیلیون. عجب عجب، روز یک شنبه میری تفریح ولی به من نمیگی. دست خوش عشقم. خلاصش کن کرم، چیه؟ منم اینو میگم، دستمال پنبه ای من آخر این راه معلومه. چرا میخوای میون بر بزنی از راه کوتاه‌تر به ساحل برسی ها؟ عجله داری؟ چرا اینقدر توم میری؟ نکنه کسی منتظرته؟ حالا حالا باید منتظر بشه. قراره چای بخوری؟ به نظرم آب بخوره، چون اونی که قراره با دوست دختر من ملاقات کنه حتما از جونش سیر شده. 5 دقیقه است داری یه بند پرت و پلا میگی، یکم به آدم بودن دعوتت میکنم کرم. وایسا وایسا، یه پک خاین کی پیچه نشسته؟ کرم جانی ببینم، نکنه دوربین مخفی تو ماشینم کار گذاشتی؟ ببین منو کرم فانی، از عمرت رفته رفته داره کم میشه. ای بابا چقدر کیفیت این دوربینا افتضاحه. ای پک یه سیاهی کناره، تو اون کیه؟ زود باشه اعتراف کن ببینم. وای خود، منم داماد، منم اینجام، مشکلی نیست، داریم میریم دنبال حیات. ای والله خواهرزن، تازه داره بهش حسابم پس میده، خجالت بکش دختر. ای پک حواست باشه که من مراقبتم، ای پک دیوونه. به خودت بیا کرم مزاحم، اگه نمیتونی به خودت بیای در اصلا یه وقت بیا خونه ما تا بزنم تو صورتت. اون وقت به خودت بیای. ای پک ابراز علاقه چقدر خشنه، کنار خواهرزنم اینجوری نگو خجالت میکشم. بله نیازی نیست که کسی از اسرار خصوصی ما با خبر بشه. خاله توبا، واسه دختر منم لباسای کوچولو میدوزی، واسه جوربای کوچولو میبافی خالش، کنارش عوض میکنی خالش. ساکت شو چیدم، یکی میزنم تو دهنت که دیگه نتونی بهم بگی خاله ها. مطمئنی؟ ببین اگه شکمت صدا میده به خاطر گرسنگیه ها. نه من سال هاست که گرسنم تو باجون، همه ی نشونه ها و علائمش کامل خالش. نگو خالش نگو. علائمو بی خیال، تست گرفتی؟ گرفتم عمش. میگه عمه، شاید تست اشتباه بوده. دوبار گرفتم، مطمئنم هر دوبارش هم مثبت بود. الان این منم که منفی شدم. دنیا دیگه منتظر یه چیدم جدید نیست. آی شاید دو قلو بشه آبجیش. خدا نکنه. واسه ادامه نسل تو خیلی ناراحت شدم، ولی به خاطر مراد بیشتر ناراحتم. نمیخوام تو زندگی شخصی دخالت کنم، ولی عشق لفتن انلمان